خب وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بازداشت شماری از دانش آموزان معترض را تایید کرده. گفتگو میکنیم با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش. آقای بهرامی، وزیر آموزش و پرورش در مورد تعداد دانش آموزان بازداشتی آماری ارائه نکرده، ولی گفته که این دانش آموزان در مرحله به گفته ایشون تربیت و اصلاح قرار دارند. بازداشت بچه های مدرسه ای در مراکز اصلاح و تربیت چه معنا و تبعاتی داره؟ واقعیت اینه که وزیر آموزش و پرورش در اینجا هم دروغ گفته و هم اینکه یک صحبت واقعا بسیار سخیف و ناسوابی رو مخصوصا در ارتباط با بحث ارشاد دانش آموزان بیان کرده. ما میدونیم که در چنین مواقعی که اعتراضات عمومی در کشور در جریانه، اصولا ساختار این نهادهای سرکوب و این ساختار به هر حال قضایی به گونه‌ایه که امکان این که فلان بازداشتی رو بشه به صورت هدفمند به فلان مرکز هدایت کرد و اونجا جدا از سایر بازداشت شدگان نگهداری کرد تقریبا محال. ما تجربه سالهای گذشته از سال 88 به بعد رو داریم. معمولا بازداشت شده ها به صورت فله‌ای در یک سوله‌ای نگهداری میشن. اگر حتی وزیر آموزش پرورش درست گفته باشه و این دانش آموزان به مراکز اصلاح و تربیت برده باشن، خب اون مراکز هم واقعا اگر وضعیتش از زندان‌های عمومی، زندان‌های متعلق به بزرگسالان بدتر نباشه بهتر هم نیست. تفکیک جرائم وجود نداره، معمولا بزهکاران سابقه داری در این مراکز وجود دارند و اصولا پای دانش آموزی که صرفا انتقاد کرده، یک انتقاد سیاسی و اجتماعی رو مطرح کرده، اونجوری که ادعای مقامات حکومته که ما این انتقادهای سازنده رو بدون خشونت معمولا تحمل میکنیم، یک دانش آموز رو به صرف انتقاد بگیری و اون پروسه بازداشت که چه لطمات روحی به دانش آموز وارد میکنه و ببری در یک زندان خیلی مخوفی که واقعا پر از بزهکاریه و هر کسی که رفته اونجا در زندانهای جمهوری اسلامی نه تنها ارشاد نشده، هدایت نشده، بلکه با تجربیات بیشتری در زمینه اون تخلفش از زندان بیرون اومده. اینکه واقعا وزیر جمهوری اسلامی بعد از 43 سال آموزش های ایدئولوژیک، آموزش های مذهبی که ادعا می کنند ما کارخانه انسانسازی داریم، الان مدعی هستش که دانش آموز رو از مدرسه بردیم و در زندان می خواهیم اون رو اصلاح کنیم، از اون تناقضات و از اون صحبت های عجیبیه که به نظر من صرفا از مردان جمهوری اسلامی در این روزها برمیاد. و آقای بهرامی، مطالبی منتشر شده از مدیران و مسئولانی در مدارس که گزارش می کنند دانش آموزان معترض رو به نهادهای امنیتی. آیا پس از دانشگاه ها نوبت به مدارس رسیده برای ایجاد جو امنیتی در اونها؟ بله، واقعا آموزش و پرورش پیش از این هم از طریق مربیان تربیتی، معاونان پرورشی مدارس معمولا یک جو امنیتی داشت، اما در یکی دو دهه گذشته خب یه مقدار این مسئله به خاطر اون نبود ساختار اداری خیلی کارآمد و چابک و مخصوصا فقدان بودجه‌ای که برای به هر حال این تعالیم مذهبی و ایدئولوژیک بود معمولا به حال خودش رها شده بود. این اتفاق به نظر من باز فضای امنیتی رو در مدارس تشدید میکنه. ما الان در حال حاضر در ادارات آموزش و پرورش شاهد هستیم که مجموعه آموزش و پرورش به یک شورای تأمین کوچکتری تبدیل شده. نیروهای امنیتی در تردد هستند، همراه با معاونین ادارات سر میزنن به تک تک مدارسی که در اونها اعتراض برگزاره و بسیاری از مدیران متاسفانه همکاری میکنن از ترسشون و از ترس از دست دادن شغلشون و برخوردهای امنیتی، کما اینکه ما چند نفر بازداشتی در بین پرسنل آموزش و پرورش داشتیم که در کنار بچه‌ها قرار گرفتن. اما خوشبختانه اون نیرویی که به صورت غیر رسمی معمولا این تلاش‌های امنیتی رو تا حد زیادی خنثی می‌کنه معلمان هستن. ما از گوشه و کنار کشور مدارس متعددی خبر داریم که به یک شکلی این به هر حال تلاش‌های امنیتی رو خنثی می‌کنن، گوشی بچه‌ها رو دوباره بهشون پس میدن. در زمانی که نیروی امنیتی یا حراست‌ها دور از مدارس هستن معمولا همکاری می‌کنن با دانش آموزان و این جو بسیار زیبا رو در مدارس کشور در این روزها رقم زدن. اینه که در کنار جو امنیتی ما اون فضایی رو هم داریم که معلمان چون خودشون به هر حال دل خوشی از نظام ندارن و سالها پیگیر مطالبات خودشون بودن، در کنار بچه‌ها هستن غیر از مدیرانی که به هر حال به خاطر اون سمتشون و اون منافعشون
در کنار نیروی امنیتی قرار میگیرن. آقای بهرامی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم به مدیران مدارس هشدار دادن در رابطه با همکاری با نهادهای امنیتی. چقدر این تشکل‌های صنفی میتونن نقش ایفا بکنن در این شرایط؟ تشکل‌های صنفی مخصوصا کانون صنفی معلمان، حالا اون شعبات مختلفش، در این چند روز بیانیه‌های بسیار خوبی رو صادر کردن. واقعا تأثیرگذار هست، یعنی اینکه در درون اون فضای آموزش و پرورش معلمانی باشن که در کنار بچه‌ها باشن و مخصوصا هشدار بدن به اون معلم‌ها و مدیرانی که در این روزها غفلت می‌کنن و در کنار نیروی سرکوبگر قرار می‌گیرن. ما در گروه‌های تلگرامی و واتساپی و در فضای مجازی شاهد هستیم که بسیاری از دانش آموزان در پاسخ و در واکنش به چنین خواسته های اسامی اون مدیران متخلف از نظر خودشون، یعنی کسانی که علیه دانش آموزان اقدام کردن، رو در فضای مجازی به قصد رسواسازی دارن منتشر میکنن و یک فضای بسیار خوبی خوشبختانه در این زمینه شکل گرفته. بسیار سپاسگزارم از شما، نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش.